سرخط خبرها. اندیشکده آمریکایی ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است. ایران پیشرفت‌های نسبی مذاکرات وین منافع تهران را به صورت کامل تامین نکرد. 8 وزیر دولت رئیسی برکنار می‌شود. و ادعاهای بلینکن علیه ایران در پی حمله به سلمان رشدی در نیویورک. مشروع اخبار. اندیشکده آمریکایی ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است. اندیشکده آمریکایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها می‌گوید تقاضای رژیم ایران مبنی بر اینکه قدرت‌های جهانی از ادامه تحقیق درباره فعالیت‌های اتمی مشکوک این رژیم در برخی تأسیسات اعلام نشده صرف نظر کنند، به این معناست که تهران به دنبال ادامه فعالیت‌های هسته‌ای زیرزمینی به منظور تولید سلاح هسته‌ای است. به گفته این اندیشکده از سال 2003 به طور پیوسته شواهدی ظهور کردند مبنی بر اینکه تهران هرگز برنامه تولید تسلیحات هسته‌ای خود را تعلیق نکرده است. اگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحقیقات خود در این باره را تسهیل کند، جهان هرگز پی به ابعاد برنامه هسته‌ای تسلیحاتی رژیم ایران نخواهد برد و بنابراین نمی‌تواند درباره آینده این برنامه و اینکه تهران چقدر به تولید سلاح هسته‌ای نزدیک شده است اطمینان حاصل کند. اگر تحقیقات آژانس تعطیل شود، رژیم ایران می‌تواند در حالی که تظاهر به پایبندی به برجام می‌کند، کماکان دانش تسلیحاتی هسته‌ای خود را حفظ کرده و گسترش دهد. با صبر و حوصله به خرج دادن تا اینکه مهلت برجام به سر آید، این رژیم می‌تواند هم دانش لازم و هم اورانیوم کافی برای تولید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد. ایران پیشرفت‌های نسبی مذاکرات وین منافع تهران را به صورت کامل تامین نکرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی با اشاره به اینکه آخرین دور مذاکرات وین همراه با پیشرفت نسبی بوده است، تاکید کرد که این پیشرفت‌ها منافع جمهوری اسلامی را به صورت کامل تامین نکرده است. کنعانی دوشنبه 24 مرداد در نشست مطبوعاتی این وزارتخانه خاطر نشان کرد اگر خطوط قرمز تهران در این مذاکرات رعایت شود، زمینه برای دستیابی به توافق نهایی در آینده بسیار نزدیک وجود دارد. او در ادامه افزود در آخرین دور مذاکرات وین بخشی از انتظارات جمهوری اسلامی در برخی از موضوعات تامین شده است. کنعانی درباره آینده این گفتگوها نیز گفت ادامه این مذاکرات در پایتخت‌ها در حال انجام شدن است و نظرات تکمیلی بر طرح نهایی بورل ارائه خواهد شد. 8 وزیر دولت رئیسی برکنار می‌شوند. جبار کوچکی نژاد با حضور در جمع خبرنگاران به گذشت 1 سال از عمر دولت 13 اشاره و خاطر نشان کرد دولت آیت الله رئیسی در این مدت در بخش‌های موفق بوده و در بخش‌های توفیق چشمگیری نداشته است. عملکرد دولت در بخش‌های سیاست خارجی و امنیتی مورد قبول است، اما در بخش‌های فرهنگی و اقتصادی شاهد خروجی مناسب نیستیم. نماینده رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه دولت نیازمند یک ارزیابی از وزرا و مدیران خودش است گفت خانه سکانی دولت مطالبه مردم و مجلس است. این در حالی است که تاکنون استیضاح حدود 8 نفر از وزرا تایید شده و نمایندگان پیگیر نارضایتی های مردم به ویژه در بخش های اقتصادی و خدماتی هستند. وی با تاکید بر لزوم جایگزینی برخی از وزرا با دقت و سرعت ادامه داد در شرایط سخت اقتصادی به سر میبریم و تیم اقتصادی دولت باید کمترین اشتباهات را داشته باشد. کوچکی نژاد با بیان اینکه صندوق بازنشستگان توان پرداخت این حجم از نقدینگی را ندارد عنوان کرد حقوق کارکنان رشد 10% داشته است. ادعاهای بلینکن علیه ایران در پی حمله به سلمان رشدی در نیویورک. وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله انجام شده به سلمان رشدی ادعاهایی را علیه ایران مطرح کرد. به گزارش ایسنا به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور در پی مورد حمله قرار گرفتن سلمان رشدی نویسنده مرتد آیات شیطانی در جریان یک رویداد فرهنگی در نیویورک با صدور بیانیه این اقدام را محکوم کرد. بلینکن با متهم کردن ایران به برانگیختن خشونت علیه رشدی گفت آمریکا و شرکای آن در عزمشان برای ایستادگی در برابر این تهدیدها سستی نخواهند کرد. از هر وسیله مناسبی که در دسترس ما باشد
استفاده خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، بیانیه بلینکن در پی این منتشر شده است که بر اساس گزارش‌ها سلمان رشدی دو روز پیش و در جریان یک رویداد فرهنگی در نیویورک با چاقو مورد حمله قرار گرفت. پس از عمل جراحی اکنون از زیر دستگاه اکسیژن مصنوعی خارج شده و میتواند صحبت کند. پیش از اعلام این خبر جدید اعلام شده بود که وضعیت جسمی رشدی 75 ساله وخیم است.